سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی این ویدیو در مورد سنگ هماتیت یا حدیدم هم بهش میگن اسم دیگش حدید یا همون آهن هماتیت از کلمه یونانی هیما به مفهوم خون برگرفته شده که شکل یکی از کانی های آهن به حساب میاد و فرمول شیمیایی fe 2 o 3 که میشه آهن دو اکسیژن هم سه شکل خالصش 69 درصد آهن و 30 درصد هم اکسیژنه اینجا گذاشتم تو چند تا ویدیو قبلی پیدا کردم دقت کنی اینجا هست یه دونه هم اینجا دارم قبلا پیدا کردم و اینکه رنگش حالا سیاه و سیاه مایل و خاکستری و تا حالا خاکستری تا قرمز تیره یا روشن هم متغیره و سختی سنگ بین پنج تا شیشه که دزگاه هم آوردم مثل همیشه که سختی شو بگیرم و وزن مخصوصی هم که داره حالا بین پنج و دو دهم ده تا پنج و سه دهم ده گرم بر سانتی متر مکعبه و شکل حالا کلوخی خاکی یا کامپکت یا کریستالی هم یافت میشه نوع خالص این سنگ به شکل خاکی و قرمز هست که بهش گل اخرا هم میگن یعنی نام شکل خاکی قرمز رنگ گل اخرا میگن بهترین مکان هم برای کاوش توی ایران جزیره هرمز استان هرمزگان و کشورهای دیگه هم هستن که میشه حالا مثل آلمان، ایتالیا، برزیل، آمریکا، سوئیس، کاناداس، روسیه، سوئد و ایران هم نام برد. درجه خلوص 50 تا 68 درصد آهن داره احیاپذیری این سنگم برخلاف مگنتیت بسیار عالیه و بعضی وقتا مقدار ناچیزی فسفر هم داخلش وجود داره در دمای 457 درجه سانتیگراد و فشار 1 جی یا همون یک اتمسفر به مگنتیت و آهن تجزیه میشه و چون فشار تجزیه اکسیژن برای حدید بالا هستش در نتیجه به راحتی در دمای بالا حتی در محیط های احیای کم قدرت به مگنتیت یا آهنربا تبدیل میشه البته نام سنگ خونم شناخته میشه و این نامی که حالا گذاشتن به عنوان سنگ ذهنم نامگذاری کردن و نام های بسیاری برای سنگ حالا زیبا گذاشتن و ذکرایی هم که روی سنگ به کار میره و استفاده میشه به عنوان حالا هرز یا تلسم هم شناخته میشه ذکرایی که رو نگین این سنگ حالا اگه به عنوان نگین انگشتر باشه می یا حالا اگه برای دستبند باشه یا تسبیح باشه هر چیزی و حالا بیشتر هم جایی که آهن باشه کوهستانی و حالا معدن آهن باشه یافت میشه و به رنگ آبی هم یعنی آبی مایل به خاکستری هم وجود داره و برای جواهرسازی بیشتر استفاده میشه که بعد از تراش به رنگ نکمدادی در میاد و جلا و براق و حالا درخشش فلزی پیدا میکنه بیشتر هم برای مهره تسبیح و این چیزا برای نگین هم استفاده میشه ولی برای مهره و تسبیح بیشتر به کار میره بعضی از هماتیتا هم هستن که منگنز داره و همین منگنز باعث میشه که یه خاصیت آهنربایی پیدا کنه که این نوع بیشتر تو برزیل استخراج میشه و استفاده که داره برای حالا آهن رو هستش حالا سختی سنگم براتون میگیرم یه دونه اینجا دارم یکی هم که اینجا تو همین چند وقت پیش تو یکی از همین ویدیو ها پیدا کردم اگه ویدیوش دیده باشین توی منطقه باستانی اینو پیدا کردم سختیش هم گفتم که بین پنج و شیش هستش دقت کنی از این سمت هم یکی دیگه بگیرم اینم سختیش خب خواص زیادی داره و میگم برای حالا دفع بلا یا اثرات انرژی منفی یا برای محافظت و ایمنی از خطرات حالا بلاها و پیروزی بر ظالمان میگه استفاده میشه به طور کلی نگین حدید به عنوان محافظت در برابر تلس و جادو بیشتر استفاده میشه و محافظت از انسان در مقابل انرژی منفی و منعکس کردن انرژی به سوی شخص ارسال کننده حالا اون شخصی که انرژی منفی فرستاده میگن باعث میشه که اون انرژی منفی رو به خود شخص برگرده به عنوان سنگ نشاط استقامت قدرت بزرگی هم استفاده میشه و نوعی هم از این سنگ هستن که مات رنگ سیاهش هم هست و خیلی هم استفاده بیشتر از این داره که گفتم دیگه خیلی نگم و اگه برای شناخت نوع اصل از بدل اگه یه سنگ هماتیتو داشته باشین و پشت یه حالا کاشی یا سرامیک یا ظرف لعابدار بکشی باید یه خط موقعی که میکشی یه خط قرمز رنگی از خودش به جا بذاره که در اصطلاح جواهر سازان بهش میگن سرخاب به عنوان سرخاب شناخته شده و یکی از راه های شناخت اصل از بدل همینه که اگه پشت حالا فرق نداره کاشی باشه سرامیک باشه یا ظرف لعابدار باشه پشت اون ظرف یه کم فشار بیاری بکشی باید خط قرمز رنگی از خودش به جا بذاره ولی سعی کنید از این روش استفاده نکنید چون خود سنگم حالا موقعی کشیدن یه اثراتی روش میذاره اگه نگین استفاده نکنید ولی اگه سنگ اشکال نداره چون اگه نگین باشه حالا یا هر چیزی بخوای بکشی دیگه دوباره اون سطح زیبایی که داره از بین میره و اون جلوی زیبایی که حالا براقی و درخشندگیش با کشیدن از بین میره اگه میتونی یه گوشه یه حالا یک قسمتی از اون سنگ رو بتونی بکشی که تو دید نباشه اشکال نداره اگه خط قرمز از خودش به جا بذاره که سنگ حدید یا هماتیتی که دارین اصله اینم در مورد سنگ آهن یا همون حدید یا هماتیت یکی اینجا دارم یکی اینجا که تو ویدیوی قبلی تو مناطق باستانی فکر کنم کنار یه زیارتگاهی اینو پیدا کردم خب مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره حمایت کنیم اگه سوالی چیزی هم در مورد سنگ ها داشتین حالا هر سنگی یا در مورد مکان های باستانی چیزی خواستین سوالی بود که در خدمتم تا سلامی دوباره یه ویدیوی دیگه یه سنگ دیگه یه آموزش دیگه بدرود